سلام بزرگواران و درود بر خانواده‌ای به اسم سلام فیلم. ویدیوی امروز درباره یکی از چهره‌های برجسته در صنعت فیلم هند هست که آثار عمیقی در سینمای هند به جای گذاشته و در طول یک ربع قرن فعالیت حرفه‌ای اون در بیش از 100 فیلم نقش آفرینی کرده و در نقش‌های کمدی و اکشن تخصص داشته. در این راه اون به نقاط عطف قابل توجهی دست یافته و تحسین گسترده و موفقیت‌های چشمگیری رو به دست آورده. بازیگر، هنرمند، تولید کننده، بیزنسمن، کارآفرین، عاشق کلکسیون خودروهای مختلف. اون کسی نیست جز سونیل شتی. می‌خوایم سفری داشته باشیم و با هم بریم زندگی شخصی، حاشیه‌ها، ثروت و موفقیت‌های سونیل شتی رو خدمت شما بررسی و معرفی کنم. قبل تماشای ادامه ویدیو وظیفه خودم میدونم که از تک تک کسانی که کمک کردن کانال سلام فیلم به 1000 سابسکرایب برسه تشکر کنم و خانوادمون 1000 تایی شده. تبریک میگم به هممون و واقعا ممنونم از حمایت هاتون، کامنت هاتون، لایک هایی که میذارید و هر نوع حمایت دیگه ای هم که دارید. تا الان هم کسانی که عضو کانال سلام فیلم نشدن و به خانواده سلام فیلم جوین ندادن میتونن همین الان سابسکرایب کنن و عضو خانواده سلام فیلم بشن. علا کل حال و در همه حال ممنونم ازتون. سونیل در کارناتاکا در یک خانواده بونت به زبان تولو به دنیا اومد. اون املای نام خودش رو به دلایل عددشناسی به سونیل شتی تغییر داد. اون با مانا شتی ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نامهای آهان شتی و عطیه شتی هست. سونیل شتی بازیگر و تهیه کننده هندی است. اون صاحب هتل‌های مختلف و بوتیک مد هست. سونیل عمدتاً در بالیوود فعال هست. اون اولین بازیگری خودش رو در سال 1992 انجام داد که موفقیت متوسطی داشت. اولین موفقیت بزرگ اون در سال 1994 با فیلم اکشن مهره بود. اون دوست صمیمی و نزدیک سانجی دات، بازیگر مشهور بالیوود هست که پشت پرده زندگیش در ویدیوهای قبلی گفته شد. سونیل شتی پیش از این که تفکر ورود به سینما و فیلم در ذهنش خطور کنه یک بیزنسمن موفق بود. اما او امروز علاوه بر موفقیت در این دو عرصه یک جنتلمن واقعی هم به شمار میره و حتی برنامه ای رو هم به راه انداخته که طی یک بازی جالب والدین و بچه ها کنار هم بازی کرده و کودکان بتوانند بزرگترها رو در این بازی ببرند و این مرکز به صورت 24 ساعته در تمام طول سال فعالیت داره. اون در طی سالیان سال به همه ثابت کرده که در هر عرصه ای میتونه موفق باشه. داستان جالب ورود سونیل شتی به سینما. یک بار در یک مهمانی که دوستش برپا کرده بود با عکاسی به نام جی پی سنگال ملاقات میکنه که چندین عکس از سونیل میگیره. این حرکات در نظر هر دو تنها یک شوخی به نظر میرسه، اما وقتی سنگال تصاویر رو به تهیه کنندهی به اسم پالاچ نیهالانی میده، دست تقدیر همه چیز رو مورد تغییر قرار میده. این تهیه کننده برای نقش یک قهرمان ازولهی برای فیلم اکشن خودش یعنی وقت همراهه به دنبال بازیگری میگشت و بیدرنگ بعد از دیدن تصاویر با سونیل شتی تماس میگیره و بدین ترتیب سونیل شتی وارد سینمای بالیوود میشه. ابتدای کار و موفقیت های سونیل شتی. وقتی کارگردان فیلم راجو ماوانی میخواست با اون فیلم بسازه، بیشتر بازیگران زن در همکاری با سونیل محتاط بودند و به دلیل تازه وارد بودن سونیل پیشنهاد همکاری با اون رو رد کردند. اما دیویا بهاراتی فقید موافقت کرد که با اون همکاری کنه که تصمیم عاقلانه ای هم بود. اگرچه اون اوایل کار به خاطر ایفای صحنه های زد و خورد و اکشن های پرتحرک معروف شد، اما سال 1994 که نقطه عطف بازیگریش در کارنامه حرفه‌ای خودش هست، بازی در فیلم اکشن درام دیل واله ساخته هری باهوجا و حضور در مقابل آجی دیوگان و روی ناتاندون
از اون چهره دیگه ای ساخت، چهره ای که سونیل همیشه میخواست بعد از شکستن شمایل یک اسطوره بزن بهادر شکل بگیره. این اتفاق با دیل واله افتاد و روند حرکت سونیل به یک بار دوچار سیر سعودی شد. اغلب به بازی در نقش‌های وطن پرستانه مثل فیلم‌هایی چون مرز قیامت و مهره علاقه نشان میده. بیشتر سونیل رو در هند به عنوان بازیگر آثار اکشن میشناسند. کلاً در همه جا طرفدارانش معمولاً اون رو به عنوان کسی که فیلم‌های اکشن رو بازی می‌کنه میشناسند. حواشی‌های سونیل شتی. پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا، اون در فرودگاه لس آنجلس به دلیل ریش‌هایی که برای بازی در فیلم گذاشته بود با مشکل مواجه شد. مقامات اون رو مظنون می‌دانستند، اما بعد از این که مشخص کرد که یک بازیگر هندی هست اون رو رها کرد. حواشی‌هاش اینه که سونیل شتی و موکش چابرا مدیر بازیگران زمانی که با هم کار می‌کردند اختلاف داشتند. موکش چابرا قبلا در محل سونیل شتی که در بمبئی بود کار می‌کرد، اما پس از تفرقه به ساختمان اداری تهیه کننده فیلم واشو بانگنانی در جوهو در حومه بمبئی نقل مکان کرد. قبلا سونیل پسر خیلی بدی بود و همیشه درگیر دعوا و جنگ بوده، کلاً جنگ طلب بود، اما بعد از اینکه فهمید باید به خاطر طرفدارانش درست باشه و الگوی خوبی باشه آرام شد و شروع به رفتار خوب کرد. یعنی رفتارش از جنگ طلبی به صلح طلبی تغییر پیدا کرده. اون کاراته بلد هست و در کیک بوکسینگ کمربند مشکی داره. با توجه به بدن مردانش هم اون رو مرد بالیوود می نامند. برخی از حقایق کمتر شناخته شده در مورد سونیل شتی. سونیل زیاد اهل سیگار و مشروب نیست. سونیل متعلق به یک خانواده متواضع بونت هست که به زبان تولو صحبت می کنند. پدرش ابتدا در بمبئی به عنوان پیشخدمت در یک رستوران بشقاب ها رو تمیز می کرد. بعد از مدتی رئیس پدرش با پدرش تماس گرفت تا تجارت جدیدش رو مدیریت کنه و تا سال 1943 پدرش کل ساختمان رو خرید. آقای شتی به طور فعال در تعدادی از اهداف خیریه شرکت داره. سونیل به میگو هم حساسیت داره. قهرمان سونیل شتی کیه؟ در نوامبر 2021 اون در برنامه واقعی رقص هندی محبوب ظاهر شد، جایی که در مورد مبارزه با زندگی و سختی‌های پدرش در بمبئی صحبت کرد، جایی که اون به عنوان نظافتچی کار می‌کرد. این بازیگر گفت: هر وقت کسی از من می‌پرسه قهرمان من کیست، من همیشه می‌گویم پدرم قهرمان من هست. من واقعا به پدرم به خاطر نوع مردی که بود و زندگی باور نکردنی که داشت افتخار می کنم. اون زمانی که تنها 9 سال داشت به بمبئی آمد و به عنوان نظافتچی کار می کرد. یعنی سونیل شتی در مورد پدر و خانواده اینقدر سخنان جالب و جذابی میگه که خیلی ها اشکشون در اون لحظه در میاد. ثروت سونیل شتی. تا سال 2023 ارزش خالص تخمینی سونیل شتی 15 میلیون دلار زده شده که تقریبا معادل 125 کرور روپیه هند هست. سونیل فراتر از حرفه بازیگری درخشان خودش، اون سرمایه گذاری های تجاری مختلف، صاحب مغازه ها و رستوران های متعدد هم هست. با وجود کاهش حضورش در صنعت فیلم، سونیل همچنان به درآمد سالانه تقریباً 24 کرور روپیه ادامه میده. یعنی بیشتر از چند میلیون دلار در سال سود تجارت‌هاش هست. علاوه بر این، اون مالکیت بارها، کلوب‌ها، رستوران‌ها و هتل‌های پراکنده در چندین شهر هند هست، از جمله ادوپی در کارناتاکا. بعد از این هم سونیل شتی شیفتگی عمیقی به خودروها داره و مجموعه ای چشمگیر از خودروها و وسایل نقلیه ای مانند تویوتا پرادور، لند کروز و جیپ رانگلر رو داره. نظر شما در مورد این بازیگر محبوب و توانا چیه؟ هر نظر دیگه ای هم دارید میتونید در کامنت بنویسید. اگه به فیلم و سریال، اخبار و حواشی بازیگران مختلف علاقه دارید، کانال سلام فیلم رو ساب کنید و به جمع خانواده سلام فیلمی ها بپیوندید. یکی از ویدیوهای بعدی که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه. در کپشن و توضیحات این ویدیو اطلاعات مفیدی هست که میتونید از اونها هم بهره ببرید. و قبل تماشای ویدیو بعدی یادتون نره که حتما کانال سلام فیلم رو ساب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم بپیوندید.